زودی میبینمه جاکری. عجب هوایی. ببینم منتظر کسی هستی؟ بابا خودتو ناراحت نکن، هوا به این آزادی نفس بکش. ما هم دفعه اول همین حال روز داشتیم، بعد که زنه طلاق گرفت و رفت، هر وقت از این در میام بیرون میبینم خودم اما خودم. به قول شاعر که میگه دوست شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. ولی از اینا گذشته همیشه تو خواب میدیدم که دوتایی با هم آزاد شد. من از رفیق خوردم. ما هم از رفیق خوردیم. این نشونی اونم زنگ منه، هر وقت کاری داشتی یا اشکل مشکلی تو کارت بود فقط کافیه یه تلیف با آجیت بزنی، اینه هون سیمرغ میرسن. خدافز خدافز. اینم گوشتیش. پیمان هستم، پیمان مقدم. میخواستم با خانم مونس نفیسی صحبت کنم. چنین کسی رو نداریم. از اینجا رفتن خیلی وقته. آقای نفیسی، پدر خانم مونس نفیسی و یا بدالملک همسرشون. من نمیدونم شما چه شوهری هستی که سالا از همسرتون بیخبرید. پیمان کی آزاد شدی؟ دیروزم دنبال مونس میگردم.
شده زیبا. مونس کجاست؟ بلایی سرش اومده؟ نه خوبه. اون کجاست؟ کجاست؟ مونس ازدواج کرده. نمیگم مونس مقصر نبود که برای تو صبر نکرد، اما موضوع لیاقت و شأن آدم هاست. آدم ها تو روزای سخت ماهیت خودشون رو عریان میکنن. برای تو زنهای خوب کم نبودن، خودتون رو انتخاب کردی. یه کاری برام میکنی؟ برای تو هر کاری میکنه. بدون الهام کجاست؟ از هم دیگه بیخبریم. شوهر مونس آدم بدبینه، گفته مونس نباید با فامیل و الهام رو برام پیدا کن. الو، من پیمان هستم، کارت دارم، به کمکت احتیاج دارم، به آدرسی که میدم بیا. بابا تو دیگه کی بودی ستاری؟ دست تلاست، دست به هر کاری که میزنی تلا میشه. یه اشکل جزمی از اداره برق داشت که وصل شد، این مشکل خودم. خب خیلی چاکرین، بفرمید، ما در بس در اختیار شمایی. فرمایش؟ تلفنم قطعه، خونم رو حراجه، حساسیه ایم برای زندگی ندارم. بفهمی نفهمی از حبس قبلی یه ارث و میراثی واسه ما مونده. درد تو بگو بابا، همچین بی چیزم نیستیم، خیلی ما رو دست کم گرفتی ها. اصل ماجرا رو بریز و داریه با خلاص، درد تو بگو. من زنم، بچه‌مو از دست دادم. یعنی؟ نه، زنده، فقط همسرم. تو این مدت که حبس بودم قیابن طلاق گرفته و همسر کسی دیگه ای شد. حکم دادخواست طلاقو تو زندون بهت رسوندن؟ نه، از همه چی بی خبر. بابا پس برنامه ای تو کار بوده، رو دست بهت زدن. بینم تو زن تو دوست داشتی؟ اونم تو رو؟ بله. اشکل مشکلم که تو کارتون نبود؟ نه، صبح تا شب میشستین و قربون صدقه هم دیگه میرفتین. بابا پس از تو چنگ در بردن، کجای کاری؟ حالا که به جای اون چهار دیواری تو این چهار دیواری هستی، راست و پوست کنده بگو، واسه چی افتادی تو حبس؟ یه پاپوش برام بخر. نه، اهل بخیم بودی؟ نه خدا شاهده. بخر و بفروشی؟ واسطه؟ نه با آبروی پیغمبر. بابا شام شب چی بهمون میخوای بدی؟ صاب خونه. شکر خدا دیشب تاله یه نون پنیری بود خوردی. دستم خالیه رفیق، حکم آدمی رو دارم که هیچ کیو نداره. ببین وقتی با ستاری هیچ غمی به دلت را نده، ستاری چاکرته.
میبری؟ کیفتم بود برادر؟ نه بابا، کبابم بود. اگه گیرشم بیاری زمینه پرندم بشد از دهن افتاده است. شب بخیر. سلام. زیر نویسش میشه گود نایت. بیا تو حسابی افتادی تو زحمت ها. نوشابه نبود، یعنی بود. از اون یه بار مصرف هاش بود که میگن غیر بهداشتیه. منم نگرفتم، به جاش خربوزه گرفتم که بخوری حال کنی. بحبه. اصولا خاصیت خربوزه به مراتب بیش از نوشابه است. به قول شاعر که میگه یکی خربوزه چاقه که آو دار، به حسد نوشابه گاز دار. بزن رو چنشی. اینم کوده اضافهش، اینم چرزانوش، چیکای کردی؟ اینم سبزی و مخلفاتش. آها، حالا با سیستم کامپیوتری برات بازش کنم که کیف کنی. به به، بابا تو دیگه کی بودی؟ زد تری واقع دابا چنگوری. بفرما. اینقدر زیاد گرفتی؟ بابا یه شب که هزار شب نمیشه. بذار یه شب هم که شده غذای درست حسابی از گلومون بره پایین. بابا مردیم بس که غذای افتضاح زنده رو زهر بار کردی. بخور دیگه بابا. مگه ما چند نفری؟ خیلی زیاده. باقی مونده شو میگیم گربه ها بخورم حال کنم. شاید اونا هم این من و تو حال روز ما رو داشته باشن، کنجه دوست داشته باشن با کوبیده اضافه. باور کردنت کافیه؟ من دست رو رفیق بلند نمی کنم. میدونی که جوابش راحته. من زن و بچه‌مو دست تو سپردم. توف به غیرتت. یه سال آخرم کراهت داشتی ملاقاتم بیای. نمیتونستم. نمیشد. میفهمی؟ تو توی چهار دیواری بودی و بی خبر، ما آزاد بودیم و هزار تا مکافات، هزار تا مصیبت. بهشت هر روز ما دوزخ بود. اینا همش یه روز پول بوده تا اون بیکفایتی های من و توه. پشت همه اینا امضای توه. به هزار تا مکافات پولشو فراهم کردم تا پرونده رو پروندت قرار نگیره. چه میدونی برای پرداخت هر کدومش خودمو به چه آب و آتیشی زدم، چه خفتهایی رو تحمل کردم، مقابل چه بیتهارتهایی تا کجا قرمز شدم. دست درد نکند این بود؟ این صادق امینی بی همه چیزه، وامو که گرفت ناپدید شد. نامرد از شیکاگو زنگ میزنه و حلالیت میطلبه. چقدر ازت خواهش کردم به این نامرد اعتماد نکن. من امین نامی رو نمیشناستم. امیلته او؟ ولی حالا که نیست.
پشت چکا و صفتهاشو تو امضا کردی نه من. یا مثل بچه خوب همه رو میدی یا میری هلفتونی. خجالت بکش نامرد، با زندگی آبروی مردم بازی نکن. بدبختی دینه که نمیدونی من کیم. با من سرشاخ باشی شاختو میشکنم جوجه حالیته. مردی که یه کسافت برم کن. حالا چنون تو دهنت بزنم که صداش تو هفت آسمون بپیچه. گوشم پره عزیزی، من تاوان سختری رو دادم. 4 سال از عمرم پشت میله ها گذشت. در اومدم که بدهیامو بدم، میبینم چیزای دیگه ایرم از دست دادم. خدمتم قربان، زیر نویسش میشه سرویس فور یو. بابا واکن در مردی مخزیری بار زندگانی. چقدر خرید کردی؟ به ما رو خجالت میدی. اینهاش یه سفارش جزوی کردم که همین امروز تلیفت وصل شه. ببین وصل شده؟ وصله، تازه پیغومگیرم داره. نگاه کن، همه طلبکارات عظیمه بعد میتونن فقط برات پیغوم بذارن. خب دیگه چیش هم داری؟ همه چی داری؟ تیویت هم که مال عهد خشایار شایه که همینه. باید برات برم تو کار یه ماهواره تمیز. SLNTSC Elegance Just for you. همه یه قبوز مقبوزت هم پرداخت شدم یه جا دیگه، از حراج معافی. گفتم خودت که حراج واقعی هستی، لااقل خونت. گفتی اسم دخترت چیه؟ الهام. لااقل خونه الهام حراج نشه. آخه منم یه دختر داشتم. داشتی؟ اما خدا اونو ازم گرفت. وقتی اونو از دست دادم دلم از سنگ شد. آخه اونو خیلی دوست داشتم. شیرین، حتی یادشم برام شیرینه. خونه شیرین تو خاکه. بیا خونه الهامو آبادش کنیم. ببین لیلا، این مشکلیه که باید خودمون حلش کنیم. تو اصلا خودتو ناراحت نکن، من دوستت دارم. چند دفعه بهت بگم؟ خب باور کن منم خیلی دوستت دارم، اما آقا جون ناراضیه، اونم یه جوری راضیش میکنه. اصلش میدونه چی چیه؟ عرض پوزش مجدد. اما موضوع اینه که آقا جون منم مخالفه. شما؟ بله. میتونم بیام بالا؟ یه دقیقه صبر کن، من میام پایین. سلام پیمان.
آدرس مدرسه. مگه الان مدرسه میره؟ اینقدر بهت خوش گذشته که زمان فراموش کردی. اینطور فکر میکنی؟ اینطور میبینم. تلفنم بس شده، اگه نبودم برام پیغام بزن. های کلاس شدی؟ یه سوالی برام بود. دادخواست و یه حکم طلاق تو زندان به رویت من نرسید. میخوام بدونم. میخوای بدونی؟ پس بدون. شوهر مونس آدم خودخواهیه. تازه اون فکر میکنه بعضی کارا رو با پول یا پارتی میشه حل کرد. اون هر دو شده. ضمناً آدمیه که فقط به فکر منافع خودشه، نه به زندگی من. روشن شد؟ عشق شما از اولش هم یه دروغ بود، وگرنه مونس حق طلاق تو عقدنامه‌اش قید نمی‌کرد. برای تو زنهای دیگه قد نبود. یا قدت همونایی هم که دنبالشون. بس بار هایه بس این هایه بس بار ده ایشالله که مبارکه. کشتش بریم این قابل نره بره. بس قابل نداره. بپر بالا جان قربان تی بالا میسته. میگم همه دنیا یه طرف، شما شمالی ها یه طرف. این تن بمیره تو زرنگی رو دست نداری. تی کرده هیکل قربان بوشم. بپر از این کیوس که وینیس احلا واسه حاجیت بگیر و بیا. وینیس؟ بابا وینیس تو برمول که میشه تحصره؟ آقا یکی سیگار بیستم فکر. باب روزشه مجدد بس سیگار که شو انداری بس لاغل بیتی سیگار فقیر بی ناموس. پیمو بابا بیا کمک، ما زیر این بار مردیم. مگه ما مردیم؟ بابا کلی باید مخلفات مردن. من یه خورده کاریایی دارم که باید انجام بدم. یه سفر باید برم. البته نه این که نیستم، هستم ولی نیستم، یعنی آفتابی نمیشم. گفتم تو این شرایطی که کسی به فکر کسی نیست، من کس تو باشم. میخوام به همبندم بگم که دنیای خیلی نامردیه. قربون روزایی که تو بند بودیم و خدا خدا میکردیم که کی آزاد میشی. فدای اون روزا. یه ماشین میخوام، یکی دو روز. ماشین هست؟ نه این که نیست، ولی سندش بفهمی نفهمی مشکل داره. گفتم حالا که زندگی خوبی رو شروع کردی، نمیخوام به خاطر یک کاسه ماس چش وا کنی ببینی دادگاس. این روزا دستت خالیه، نمیخوام محتاج نامرد بشی. این روزا مردی که رو حرفش باشه پیدا نمیشه. کسی به کسی رحم نمیکنه. هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. هر کی به فکر خودشه. فقط به فکر خودت باش. هر وقت داشتی بده. زد زیاد. دیگه طاقت ندارم. کاش بودی و میدیدی که دیگه بابا طاقت نداره. طاقت دوری الهام. کاش بودی و میدیدی که بابا چقدر تنهاست. بالا. اون مینیبوس رو تعقیب کن.
به نظر نمیرسه تجسس باشی. حبس بودم 4 سال. امروز دخترمو پیدا کردم. باید بدونم خونش کجاست. به نظرم نمیرسه کلک تو کارت باشه. معلوم آدمی هستی دلی. هرچی میکشم از این دل بیسامونه. نزدیک شد، دور نشد. از همسر جدا شدی؟ نمیدونم، اون از من جدا شد. برو یه نون بخور، 100 تا بده در راه خدا. شانس آوردی و خودت هم نمیدونی از کجا. به عجله کن، باید رد میشدی. مگه تو چقدر میخوای به ما بدی که 5000 تومان شدم جریمه؟ از کف داده. فردا تغییر ماجرا از همین جا و همین سال. امروز مهمون ما به خاطر گل روی دختره. منم مثل تو یه دختر دارم. برای ما پدرها بچه تفاوت نمی کنه. خودت بودی الان، خودت. امروز تونستم بعد از سالها ببینم. دلم برای صدا تنگ شد، صدای خنده ها، نفسات. دلم میخواد تو چشای معصومت نگاه کنم. دل بابا برای تنگ شده الها. یکی دو روز ماشینتو میخوام. من باهاش کار میکنم. بهت بر میگردونم. من چشم دنبال این 4 چرخ تو نیست. چی تو فکرت پرسه میزنه؟ میخوام برم دنبال الها. میخوام بدونم مونس برای چی از من جدا شد. حالا دیگه خیلی دیر شده پیمان. اون زن قانونیه اونه. تو یه چیزایی رو از من پنهون میکنی. برای این واقعه خیلی متاسفم. بی صفت معرفی! شوهر مونس رو میشناسی؟ حکم طلاق یا دادخواست اون چرا تو دادگاه به رویت من نرسید؟ تکلیف تو روشن نبود. نمیدونم، نمیدونم چه معجزه‌ای شد که از حبس بیرون اومدی. معجزه‌ای که بتونم چهره همه رو بهتر بشناسم. سویچ. نمیدونم، نمیدونم کجاست. میدونی و دلت نمیخواد بدی. تو خلافکاری پیمان، سابقه دار. اگه یه مورد پیش بیاد. خیلی پست شدی. روزگار همه رو به این روز انداخته. مروت تو مرده. مردون یکی ها تک کشیده. تو من یه چند ساعت ماشینتو میخوام. من تو زندگیم سعی کردم از خانوما چیزی نخوام، ولی مجبورم. یعنی چاره ای نیست. تازگی ها رفتارت خیلی بیگانه شده. ما پسرم و دخترم نیم. یه خون تو رگام نیم. من یه بزهکارم. میدونی زیبا؟
کاری؟ بازم بخور، نباید خسته بشی ها، همه رو باید بخوری. بیا. من از وقت پفک خوردنم گذشته. آره؟ نمیدونستم. ولی میخوام خوردنتو ببینم. حرکت لبا، چونه، همه رو میخوام ببینم. اون وقت ممکنه صدای تلکیدنم هم بشنوی. عزیز دلم. چقدر دلم برای خنده ها تنگ شده. ساعت چنده؟ به ساعت فکر نکن دختر. مگه ماما مونست کی میاد؟ وقتی اخبار شروع میشه اون وقت بابا پرویزم خونه است. دیگه نباید اونو بابا صدا کنه. بابای تو فقط منم. چشم بابای. اون که با مامان عروسی کرده آدم خوبیه. دلت تنگ شده بود؟ خیلی. پریز که میگفتی تو رو دوست داره؟ برام خیلی چیزا خریده. تو رو میبوسه؟ اما میدونم مصنوعیه. مادرت رو اونم دوست داره؟ برو دخترم، دیرت میشه. دفعه بعد میریم خونه. برو دخترم، دیرت میشه. چشم بابا. کجا بودی مادر؟ باشه بعدم برات میگم. کجا بودی؟ چرا دیر اومدی؟ سرویسمون پنچر شد. چرا دروغ میگی؟ رفتم مدرسه‌ت. به خدا. کجا بودی؟ بگو ببینم با کی بودی؟ بیا. میخوای چی کار کنی؟ میخوام بدونم دخترم کجا بوده. باید به پدرش راستشو بگه. تو بابای من نیستی. بابای من یه کس دیگه است. ببین پیمان، بابام با پدرمونه صحبت کرد. آقای نفیسی حرف آخرش این بوده که نه من مداخله میکنم نه شما. اخلاق عموجونم تو که میشناسی. آره خوب. میخواستم بگم یعنی خودت میدونی بعضی چیزا انقدر ارزش نداره. اینو خودم بهتر از تو میدونم. زنی که مردی رو به مرد دیگه فروخت دیگه جایگاهی نزد اون آدم اول نداره. اما قرارمون این بود که در این مورد با کسی صحبت نکنی. خب باید یه کاری میکردم. ولی نه هر کاری. خب تو بگو چی کار کنم. تو شوهر مونس رو میشناسی؟ زیاد نه. من اسم و آدرس منزل و مشخصات اونو بهت میدم. میخوام محل کارشو برام پیدا کنی یا هر جای دیگه که رفت آمد میکنه.
باشه، چشم. دیشب تلفن کردم کارخونه، نعمت‌الله گفت تشریف نداری. مدتیه که رفتارت عوض شده، فکر نکن من متوجه نمیشم پرویز. باشه بعد از صحبت. همو به مدرسه رسونده و همه جا رو با دقت زیر نظر داره. احتمالاً بعد از رسوندن الهام به محل کارش میره. من تعقیبش میکنم. اینطور که معلومه این روزا خیلی احساس خطر میکنه. چقدر هست؟ کجا تحویل میدم؟ نظر خودت چیه؟ تضمین میکنی؟ تمومش کن. پیما، فکر میکنم به محل کار سابقت خیلی نزدیک باشه. به نظرم کسی میاد که تو حتما میشناسیش. از قرار معلوم ما باید با هم یه همسایه باشیم. نه ممکنه. بله. شما باید پیمان مقدم باشید. بله خودم هستم. شما؟ من کسی هستم که شما را از زندان بیرون آوردم. به چه منظوری؟ این که کسایی که تو رو با توطئه به حبس انداختن بشناسی. کسایی که از تو قربانی گرفتن تا همسر زندگی تو تصرف کنن. من شاهد این توطئه بودم. من شاهد قربانی شدن تو بودم. تو که شاهد این توطئه بودی پس چرا سکوت کردی؟ سکوت من بدون حضور شما بیفایده بود. از کجا باورتون کنم؟ از کجا بدونم که راست میگین و با من با حقیقت صحبت میکنین؟ اصلا شما کی هستین؟ اسمتون؟ یه آدم مثل مونس. اگه یه شب بگم صندوق بارگاهی توی کارخونش دسترسی پیدا کنی، مدارکی رو به دست میاری که خیلی برات با ارزشه. اون وقت به حقیقت من پی میبری. از کجا باورتون کنم؟ از پروندت که مختوم شده. کجا بودی الهام؟ با کی بودی؟ با پدرم، بابا پیمان. بابا برگشته، بابا اومده. از تو هم پرسید. پرسید؟ چی پرسید؟ پرسید پرویز تو رو دوست داره. میخوام ماما نونس تو ببینم. فردا ساعت 9:30 بگو بیاد همون جایی که روز اول قرار گذاشتی. چشم بابا پیمان.
قربون دختر خوب خودم برم. تازگی ها خیلی مرموز و مشکوک شدی، از همه توهین آمیزتر اینکه وقیح شدی و جواب میدی. اینو بدون اگه باهات زندگی میکنم از روی ترحمه. بله ارباب منم، نعمت الله. جون بکن، چی شده؟ چیزی هم بردن؟ سبزنی کدوم گوری بود؟ برای والدش پیش آمدی شده بود، رفت که زود برگرد. خیر محمد هم که خودتون مرخصی برستادی. خودت حواست کدوم جهنم داره ای بود؟ اونا چند بودن آقا، یکی از دلو هم نکرد، یکی از اقه. اینطوری ترتیب مار دادن، برن گم شن. بریم. تو هم گم شن. چرا این کاری کردی؟ چرا خواستی باز هم نگرد بری؟ چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ فکر کردی اگه روز اول آشناییمون تکرار بشه همه چیز به حال اولش برمیگرده؟ یه روز همینجا، روز تولدی یه عشق بود، بذار مرگش هم جایی باشه که به دنیا اومد. واقعیت رو قبول کردی؟ بیشتر از تو که مجری این واقعیت تلخ بود. میخوام بدونم اون حرفا، همه اون ابراز علاقه ها، همه اون لحظات خوشی که با هم داشتیم، همه دروغ بود؟ همه بازی بود؟ تو میگفتی عشقو نمیشه خرید یا فروخت. میخوام بدونم به چه قیمتی فروختی؟ چرا صبر نکردی؟ قرار نبود بگه. اینو کی گفته بود؟ شوهرت؟ وقتی هم که با هم بودی با هم نبود. من هیچ اون فلاکت و اون قرض و اون بدبختی رو دوست نداشتم. خودت میدونی که به خاطر تو خودم رو به آب و آتیش میزدم. اما هیچ خیلی بسیارت اقلی زندگی رو بسیم و فرقه در
از اون زندگی خسته شده بودم، میفهمی؟ دیگه تحمل نداشتم پیمان. من زندگی راحت دارم، از زندگی من برو بیرون. اتفاقا منم برای بیرون رفتن به اینجا اومدم. حق تو زندگی باید چاه چشم خودتو زود نشون بدی. برای تو صداقت و حقیقت معنا نداره. برای تو یه آدم فروش شایسته تره. بذار یه چیزی رو بگم خانم نفیسی. زنی که به این بهونه از شوهرش جدا بشه دیگه جایگاهی تو قلب اون نداره. اگه دورم بودی واسه من خاکستر شد. تو واسه من مردی، مردی مونس. چرا راحتم نمیذاری؟ چرا دست سرم بند نمیداری؟ الهام سهم من، تیکه‌ای از وجود من. اون نباید مادری مثل تو داشته باشه. تو لیاقت اونو نداری. از این به بعد میخوام با کسی زندگی کنم که نگاش پشتمو می‌لرزه. و تو از زندگی ما برو بیرون. پرویز این پرونده رو مختومه کرده. الهام در قیمومیت بارگاهیه. بارگاهی به بارگاه پدرش خندیده. به خاطر الهام از زندگی ما برو بیرون. پرویز خیلی نفوذ داره. اون میگه الهام نباید با یه سابقه دار زندگی کنه. اگه یه بار دیگه بری سراغ الهام، اون دیگه نمیذاره الهام بره مدرسهش. ما توی قفس زندگی میکنیم. این قفس رو تنگترش نکن. متاسفانه ملاقات ممنوع. چرا؟ مهاد به مقدم اون ها رو حق هم با حالا فکر نمی کردم به ایمانم اهل این برنامه باشه. نیست، نبود. پیمان اهل این نوع موضوع نبود. همین روزا خلاصش میکنم، نه به خاطر شما، به خاطر رفاقت، به خاطر برادری. من همینجا پیاده میشم. الهام خوابیده، استتام میکنم تا منزل برسونم تو. متشکرم، خرید دارم. خودم خلومتونم. کجا بودی؟ بگو، من طاقتشو دارم. رفته بودم الهامو برسونم مدرسه. ساعت 9:30 رسید مدرسهش. بعد؟ احتیاج داشتم یکمی تنها باشم، یکمی توی هوای آزاد قدم بزنم. تنها؟ منظورم اینه که بذار راحت‌تر بهت بگم. بس کن پرویز. تو بدون اجازه من حق بیرون رفتن نداشتی. الهام باید به مدرسه بره، منم زندگی طبیعی خودم رو داشته باشم.
تو که منو میشناسی؟ میشناسم، خوبم میشناسم. بذار حرف آخرمو بزنم. اگه زندگی رو به من و الهام تلخ کنی از خونت میرم. کجا؟ یه جایی که هیچ وقت دستت بهم نرسه. این کارو میکنی؟ اگه جونه و به لبم برسونی آره. من بارگاهی هستم، شوهر بورژس. برای من پیدا کردنت راحت. میخوام مثل دوتا مرد با هم حرف بزنیم، بعد یه جوری با هم کنار بیاییم. به خاطر تو امشب تو کارگاه میمونم. به جز من و تو کسی دیگه ای نیست. حاضرم مونس و الهامو بهت برگردونم. دیشب به گاو صندوق کارخونه دست برد زدم. ارزش تو یعنی ارزش زندگی کردن با تو مهمتر از یک گاو صندوق. اگه خدایی نکرده برای تو اتفاقی بیفته، من جواب خدا چی بدم؟ به دست آوردی خیلی با ارزشه. اونایی رو که لازمه برای خودت نگه دار. بقیه رو به آقای دکتر معینیان، وکیلی که تو رو از زندان بیرون آورد، برسون. تو قربانی شدی و قانون حق تو رو میگیره. تو توی زندان بودی و بارگاهی آزاد. حالا میتونی اونو جای اول خودت بفرستی. اون تو از طریق قانون. اما اگه خودت بخوای بری جلو، فرزند و همسر سابقه در دست اونه. خیلی بیرحمه.
مثل دوتا مرد صحبت کردیم ها؟ آگاهی اینطوری صحبت میکنی چون جور دیگه ای نمیشه حرف زد، اما این یه هشدار کوچیک بود. اسنادی رو که از صندوق من برداشتی میاری میذاری سر جاشو از زندگی من و همسر و فرزندم میری بیرون. همسر و فرزندت؟ درست شنیدی؟ نام بارگاهی، نام پدر پرویز، نام مادر مونس. زمنان بدون و یا بفهم که اونا در دست من است. اگه اشتباه کنی یا اسناد و سر جاش نذاری جسد هر دوش رو تحویلت میدم. ما دیگه با هم صحبتی نداریم. هیمان حرف بزن. باید به بیمارستان میرسوندیش. دکتر جون عرایض دارم. اولا که ایشون خودشون علاقمند بودن که در منزل مداوا بشن، این یک. دو، چون ما برای ایشون یه نسخه تجویز کردیم و قراره که مداوای ایشون رو شما ادامه بدین، گفتیم که شما در جریان پیشرفت بهبود بهینه ایشون قرار بگیرید. با اجازه دکتر جون، ایشون از دیشب تا حالا تحت امرجنسی مستر مراقبت های ویژه بودن. چند بارم کمپرس آیس این پارادایس یخدار بهشت و برای مسکنم چند تا کپسول The Soul of جنگ یه ماش روح لجنه، شما انگلیسی که متوجه میشین. البته یه مختصری هم نبات آب گرم با یه همچین بفهمی نفهمی ادویه با زرد تخمه برای اینکه زیر دلشو نزنه. البته از این باتریس با هم بهش دادیم ها. به هر حال چیزی که از دست ما برمی اومد. دکتر ستار. دکتر ستار کی باشن؟ چاکر شما. دکتر جون یه جوری به ما نگاه میکردی که انگاری غیر از خودت هیچ کیو قبول نداری. بابا ما واسه خودمون کسی هستیم. همه ی مریضایی رو که از زیر هشت میدادن تو بند همه رو ما مداوا میکردیم. ده اینجا کجا میری؟ از سابقه داری؟ چه جوره؟ سابقه یه تحمل مصیبت و مکافات. شما درد رو تشخیص میدین، ما درد رو تحمل میکنیم. خیلی با هم فهم.
به قول شاعر که میگه فلفل هندو سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا. دوکی جون خیلی با هم فرق دکتر جون ناقابله، بفرمایید چقدر تقدیم کنید. مواظبش باش. مونس و الهام دارن به دیدنت میان، من پیش الهام میمونم، نذار الهام تو رو به این وضع ببینه. دستاش زخمای دلمو دوا میکنه، اگه اومد بذارین من و الهام تنها باشیم. پس مونس چی؟ نمیخوام ببینمش، حتی نمیخوام اسمشو بشنوم. تو داری از بین میری پیما، من نمیتونم شاهد از دست رفتن تو باشم، من نمیتونم شاهد جون دادن تو باشم. من یه کارایی دارم که باید قبل از مرگم انجام بدم. خدا رو خوش نمیاد، چرا عشق دختر مردمو داره بردی؟ میگم اگه حال روزت خوش نیست، روزگارت مثل ما توبه یاست، میخوای یه پا جور کنیم بریم سفر یا زیارت؟ کیف حاوی مدارکو به دکتر معینیان رسوندی؟ تو که میدونی چقدر گرفتارم، فرصت نشد. حالا فرصت خوبیه. پیمان در وضعیتیه که صلاح نیستم دیگر ببینم، الهام تنها بره بهتر. من میام پیشه، بهتر الهام و پیمان تنها باشم. سلام بابا جون. سلام دخترم. چرا تو جای من گرفتی خوابیدی بابا پیمان؟ حس میکنم اینجا زودتر خوب میشم در بستر تو. کی تو رو به این روز انداخته؟ چرا اینطوری شدی؟ چقدر دلم برات تنگ شده بود، دلم برای دیدن دیه ذره شده بود. دوست داری بیای اینجا پیش بابا با من زندگی کنی؟ اگه ماما مونسم باشه. اگه اون نباشه چی؟ اون وقت مثل پرویز سگه یه شب پیش تو هستم، یه شب پیش مامان مونس. ولی برای من یه شب کمه ها، دوست دارم همیشه با هم زیر یه سقف باشیم. قول میدی؟ آره. قول دادی ها؟ قول میدم. من اشتباه کردم پیمان، من فریب خوردم، میفهمی پیمان؟ منو فریبم دادن. آدمی که فریب میخوره یا میذاره فریبش بدن
حداقلش اینه که آدم احمقی. زنایی که مردشون رو از دست میدن خودشون رو برای فریب خوردن آماده نمی کنن، خودشون رو مقاوم این می کنن که تنهایی چطور حفظ آبرو کنن، بار سخت زندگی رو به دوش بکشن. اون زن ممکنه حتی به کلفتی رو بیاره، اما شرافت و نجابتش ستودنیه. لازمه ی هر زندگی شرافت و نجابت. تو دو روز پیش صبح پارک جمشیدیه بودی، درسته؟ آره، بهت که گفتم. با کسی هم ملاقات کردی؟ منظورم پیمانه، حد داشتم که میاد سراغت، درسته؟ چرا قسم دروغ خوردی که پیمان هیچ وقت آزاد نمیشه؟ پس حقیقت داره، همدیگر رو ملاقات کردی؟ آره، اما نه به اون قصدی که تو فکر میکنی. پیمان به من گفت که عبد نداشته. پس با هم گپم زدی؟ تو میدونی که شرعن و عرفن و قانونن زن کی هستی و این کار تو مشکل شرعی داره. مشکل شرعی؟ کسایی دارن که هر شب تنشون بوی تن کسی دیگه یا میده؟ الهام ممکنه بیدار بشه. از نظر من مانعی نداره، بچه ها بعضی وقتا باید حقیقت هایی رو بپذیرن. این گونه بیماری ها معمولاً در اثر یک شوک عاطفی یا یک حادثه حسی و درونی حادث میشه و عضو آسیب پذیر و ابتدا مبتلا و سپس از پای در میاره. روح آدمی آسیب پذیرتر از جسم اونه و زودتر از جسم از پا در میاد. باید MRI بشی. ما هرچی زمان تشخیص رو زیاد کنیم، زمان مداوای کمتری رو صرف خواهیم کرد.
همدیگر رو یک بار دیگه ملاقات کرده ای. البته این بار زیر یک سقف. بله دیدم، اما نه پیمانو، یه قربانی تیکه تیکه شده رو، یه قربانی که نه تنها تنش بلکه روحش هم زخم خورده. و این زخم ها خوب شدنی نیست. تو نه تنها توی مغزت بلکه توی روحت هم پر کثافته. مرگ من نزدیکه. من تقاص گناه و اشتباه خودم رو پس دادم. تو منو فریب دادی، تو منو بیمار کردی، عامل مرگ منم تویی. اون پاشو از گلیمش بیرون گذاشت، اون وارد حریم زندگی و کاری من شد. تو همه چیز اونو با فریب و تزویر ازش گرفتی، حالا هم حقشو میخواد. حقش یعنی فرزند، شاید هم همسرش. ببین مونس، اگه یک بار دیگه اسم اونو بیاری و یا از اون دفاع کنی، دهانتو خورد میکنم. بکن هر کاری که میخوای بکن، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. یه پول سیاه برام ارزش نداری مونس، زیر دست و پام لهت میکنم. به جرم روابط نامشروع تحویل قانونت میدم. میدونم روزای سختی رو گذروندی، دلم میخواد باهات همدردی کنم. از ازدواجش برام بگو. نمیتونم نمک رو زخمت بپاشم. یه چیزایی هست که ما زنا میدونیم، ما زنا میفهمیم. مونس هیچ وقت به تو علاقه ای نداشت. از ازدواجش برام بگو. چه چیزیش میتونه برات جذاب و مهم باشه؟ همش نفرتمو زیاد میکنه. چه لزومی داره به آدمی فکر کنی که اصلا ازش فکر کردن نداره؟ دنیا برای تو به آخر نرسیده. آدم به چیزایی فکر میکنه که ارزش فکر کردن رو داشته باشه. تو فکر میکنی برای چی اونو همه ترد کردن؟ برای اینکه حتی بهش فکرم نکنن. برنامه تو طوری تنظیم کن که این روزای ناامن با هم باشیم. من دلم این روزا خیلی شور تو رو میزنه، همینطور دل واپستم. بهتر فردا با هم بریم کارخونه. میخوام یه تغییراتی در کارگاه و کلن تولید داشته باشم. نظر تو برام خیلی شرطه. من همواره به تو علاقمند بوده و هستم. به خاطر تو تصمیم گرفتم از مونس جدا شم. اون لیاقت منو نداره. من بیشتر از اینا باید قدرتو میدونستم. مامان جون، مامان، ما داریم از اینجا میریم. آره مادر، داریم میریم پیش بابا پیمان. نه مادر نه. پس کجا میریم؟ نمیدونم، ولی میدونم برای همیشه از اینجا میریم. من مداد نقاشیامو بر نداشتم. میخرم برات مادر. مخلصم هر با. در مورد تعطیل کارگاه چیزی به من نگفته بودی؟
گفتم که یه تغییرات بنیادی در فکرمه و تصمیم دارم تحولاتی در تولید به وجود بیارم. جونم عربا همه رفتن؟ بله ارباب. خودت هم میتونی بری و 15 روز دیگه برگردی. اون سگم با خودت ببر. چشم ارباب. امروز یه طوری هستی، با روزهای دیگه فرق میکنی. من از آدمهای بدون انگیزه و بدون تأثیر بدم میاد. من برای اینکه به آمان خود جامعه عمل بپوشونم مجبورم ایده هامو به کار بگیرم. آمال و ایده های من از همین جا تحقق پیدا می کنه. میدونی چرا به دهن چسب زدم؟ برای اینکه خفه بشی و حرف نزنی. این عکس در خانه پیمان کشف شده. به جز من و تو و امینی کسی این عکس رو نداشت. با دسته کورا که وصلت نکردی. خیلی کوچکتر از این هستن که بخوان منو ادب کنن و یا به هر وسیله‌ای که شده از من انتقام بگیرن. عاقبت این که اگه دستت رو بشه فکر نکردی. شوهر مونس و تو از زندان بیرون آوردی، اونم با پول من، و خواستی از من انتقام بگیری، اونم از جیب من. خیلی زرنگ هستی، نه؟ مگه جنون داری؟ این کار عشق، هر عشقی هم یه جنونی داری. بذار با هم حرف بزنیم. ما که قبلا با هم حرف زدیم. ببین پیمان، بهتره هر دومون عاقل باشیم. من یونس رو طلاق میدم.
گوش کن. اصلا مدتیه که فکر میکنم زیبا به من بی علاقه نیست. ما میتونیم فامیل باشیم. تو خیلی کثیفی. بزن! زندگیمو بهت میدم، هر چی که دارم، کارخونه، زندگی، پول دارم، هر چی که دارم. صداتون برای ماشناس لیلا کمکم کن. لیلا خواهش میکنم کمکم. لیلا من به مامورین اطلاع دادم، احساس خطر میکردم. اون اگه سوزونده نشه به جرم مفاسدی که تو حالا انجام داده تا ابد توی زندون میمونه. کمکم کن. نه لازم نیست کاری بکنی. مامورین الان میرسن. لیلا یه پایین. لیلا کمکم. خواهش میکنم. نه بیا زود باش عزیزم. بیا بودو تو از این بر برو، منم از این بر. شاید هیچ وقت هم دیگر رو نبینیم، اما هیچ وقت فراموش نخواهید شد. خدافظ. هر کاری یه عاقبت و پایانی داره. عاقبت کار و راه خلاف خفت. این دفعه خودم رو لو دادم. این بار اگه آزاد بشم زندگی تازه‌ای رو شروع می‌کنم. برو آقا امشب جزو آمار باشه. شود دلم پر از شرار
شد دلم، برو از این چمن، برو گل بهار من میام. کبوتر امید تو زبان خانه هم گریخ، اسیر چنگ باز شد دگر به بام من میام. امید و شور زندگی چو خواب خوش به سر رسید، ز خاطرم عبور کن دگر به خواب من میام، دگر به خواب من میام. من آن نفس بریدم، خرقه ز تن دریدم، نه هم قدم نیاوری تو هم به یاریم نیام. یه ذره شده. چقدر؟ قد دل یه گنجشک. دیگه تنهات نمیذارم، قربون اون دلت برم. من یکی سپیده از افق دمید، شکوفه زد گل امید، شب سیاهی بی کسی به کوچه سار من نیاد. دوباره در دلم برو نهانش خارزو، به زردی خزان بگو به نو بهار من نیام، به نو بهار من نیام. مرا به حال خود گذار، برو کنار من نیام. مرا ز یاد خود ببر، دگر به یاد من نیام.